باشی. شب شما خوش. روز بر شما جناب ماری عزیزم. حالتون که دوره خسته نباشید. سلام کنم خدمت شما، خدمت هموطنان گرامی و دوستان رادیو صدای ایران. درود بر شما آقای مشیری عزیز. دیدم توی سایت تارنمای صدای آمریکا، بله، نوشته است مهمان پنجشنبه 27 اردیبهشت فردا، بله بله، بهرام مشیری مورخ، بله، موضوع برنامه سکولاریسم در برابر اسلامگرایی در ترکیه، بله. ولی حالا قبل از اینکه از جناب علی درخواست کنم نکاتی در این باب پیشا پیش بفرمایید، آقای مشیری عجب شاهکاری کردن این ترکا. واقعا شاهکار کردن قربان. خیلی در خدمت شدیم، بفرمایید. بله عرض میکنم، بله فردا ساعت 9:30 صبح باید باشه. بعض اوقات دوستان محبت میکنن و دعوت میکنن، فکر کنم بار 8-9 باشه که بنده مهمان صدای آمریکا هستم و بسیار بر غنیمت از این لحاظ که برد فوق العاده ای داره و در روی چند ساتلایت پخش میشه، این است که ما میتوانیم حرفای خودمون رو بزنیم و به بیشترین افراد برسانیم. موضوع صحبت فردا همین داستان سکولاریسم هست در ترکیه و اینکه چگونه ترکیه بدین هم توفیق یافته و جهان اسلام توفیق نیافته است. این یک بحث تاریخی و مفصلی است و فکر میکنم که نگنجد همه مطالب که ما فردا در اون یک ساعت و 45 دقیقه بگوییم، اما سعی میکنیم لب مطالب رو بیان بکنیم. فی الواقع وقتی نگاه بکنیم به این جغرافیای اسلام، میبینیم که این جهان اسلام یک سر گرفتار فساد، فساد اجتماعی، فساد اقتصادی، دیکتاتوری، استبداد و فقر و هنوز اقتصاد صنعتی باید این کشورها نشده متاسفانه، و ترکیه تنها جایی بوده است که توانسته به این امر مهم واقعا دست پیدا کنه. و اگر ما وضعیت امروز ترکیه رو ببینیم که چگونه این مردم توانستن با سیاست درست کنار بکشند از این داستانهای عرض می کنم که تسلب و تعصب اسلامی و خودشون رو در رده کشورهای بزرگ و متمدن قلمداد بکنن، به این سکولاریسمی که آتاتورک برپای کرد بر جای بماند و امروز اکثر مردم ترکیه به خصوص ارتش ترکیه و روشنفکران ایستادن در مقابل این گرایش های اسلامی و اینها، و این واقعا عظیم کاری بوده. و وقتی نگاه بکنید که چرا ترکیه توفیق نیافته، توفیق یافته و فرض کنید ایران توفیق نیافته و کشورهای دیگر، به این نتیجه میرسیم که این موضوع سکولاریسم در کشورهای فرض فرمایید که نمونهش کشور ما باشد، در زمان مرحوم رضا شاه و محمد رضا شاه یا امان الله خان در افغانستان و کشورهای چرا توفیق نیافتن، در میابیم که این قصه سکولاریسم رو آتاتورک توانست زیر سایه جذابیت فوق العاده نظامی و سیاسی خودش، و عرض میکنم به دلایل دیگر هم البته در اینجا هست، و اون این که مردم ترک مردم تو سری خورده نبودند، قدرت بزرگی بودند، و وقتی هم که در این داستان صلح پاریس آمدند و خواستن ترکیه رو از میان بردارن و لشکر فرستادن، انگلیسیان و فرانسویان و یونانیان و اینها توانستن این نیروهای بزرگ رو به رهبری آتاتورک شکست بدهند. بنابراین آتاتورک توانست قدرت فاق ترکیه بشود و تربیت غربی داشت، آتاتورک تربیت از می کنند که جدید داشت و آمد، و با این که می توانست در حقیقت یک نوع دیکتاتوری مطلق برقرار بکند و موروث هم بکند، همواره آتاتورک کارهاش رو از مجرای قانون به جریان می انداخت. وقتی مجلس اعلای ترک رو تشکیل داد به سال 1923 و آمدن و اونجا برسه و که نوشتن که آیین رسمی ملت ترک اسلام است، خواب از چشم آتاتورک بزرگ رفت و توانست به دوباره این مجلس اعلای ترک رو به سال 1928 تشکیل بدهد. این مطلبی است که فکر کنم بار 20 است که بنده عرض میکنم به لحاظ اهمیتی که دارد، و این عبارت رو از قانون اساسی ترکیه بیرون کشید و خوابش نمی برد و اون نمیخواست که واقعا قانون اساسی که به نام ملت ترک عرض میکنم که تحریر میشود، این رنگی و صبغه از دین داشته باشد. این است که این عبارت رو بیرون کشیدن
و هر چبر که آتاتورک مراتب رو، مراتب سکولاریته رو و سکولاریسم رو و این فرایند رو به طریق قانون پیش می برد، یعنی برداشتن آخوندها از موضع قضاوت، مدارس اسلامی که بیش از هر جای دیگر بود. در حقیقت می دانیم که بعد از عرض کنم که داستان عباسیان ترکیه بود و امپراتوری عثمانی بود که خلافت اسلام رو داشت و تعداد مدارس اسلامی و مساجد و آخوندها و تشکیلات و شبکه‌های دینی بسیار بسیار بیشتر از ایران بود و این کاری بوده از سهمگین و بزرگ که آتاتورک توانست یکی یکی مبتنی بر قانون و عرض می کنم روشنفکرانی که در کنار بودن اینها رو یکی یکی پیاده بکند. عرض می کنم این قوانینی که وضع کرد و قضاوت رو از آخوند گرفت و سیستم دادگستری عرفی رو وارد کرد، مدارس اسلامی رو بست و اونها رو ممنوع کرد و رفته رفته این رو از پایه های زیرین جامعه با قانون شروع آغاز کرد و عرض می کنم که این ارتش و تشکیلات نظامی ترکیه را هم مسئول نگهداری و صیانت از این قانون اساسی کرد. البته ما همه این کردیت رو به قول فرنگی ها به آتاتورک نباستی بدهیم. ترکیه محلی بود که از شبت که در جریان این وقایع بزرگی که در اروپا اتفاق افتاد و قرن 15 به این سو اختلاف امتزاجی داشت و این روشنفکران ترک و اروپایی به لحاظ جنبش های مختلف و تجدد اینها بر روی هم ترکیه، که البته این بحث خیلی مفصلی است که در هر گوشه چه اتفاق افتاد، توانست به وسیله قانون آتاتورک این امر رو عرض می کنم که برقرار بکند و حاکمیت ملی برقرار بکند. یک سکه از آتاتورک دوست ما آقای سالکی فرستادن اونجا برای بنده، اونجا ما نیمرخ آتاتورک رو می بینیم و اطرافش نوشته حاکمیت ملت هنده، یعنی حاکمیت از مردم است. این کار بزرگ آتاتورک بوده و یکی از کارهای شگفت‌انگیزی هم که می کرده البته این است که کودکان 7 ساله 8 ساله هم سال یک بار می آورده و در موزه استانداری و وزارت و اینها می نشانده روی اون صندلی و تشویق می کرده بچه های ترک رو که شما بزرگان آینده هستین، کشور در دست شماست. به جمله دولتی ساخت آتاتورک و عرض می کنم که قانون اساسی که بزرگترین آزمون ها رو در همان دهه 80 از دست گذران، یعنی زمانی که این داستان ایران اتفاق افتاد و واقعا این واقعی ایران این انقلاب جهان رو به هم زد آقای مهری، چون تا اون روزگار هیچ از آخوند رو به حکومت مشروع نمیدید. وقتی خمینی آمد و عرض میکنم پای پادشاه معروفی رو که ادعای عرض میکنم صحنه جهانی داشت بیرون کرد و این داستان ها شد، در گوشه و کنار این جنبش های اسلامی که بسیار ضعیف و نحیف بودن جان گرفتن و گفتن که میشود که ما هم کاری بکنیم. باری در کشورهای مثل کشور ما سعی شده بود که این سکولاریست که بسیار مد نظر رضا شاه بود، رضا شاه بسیار مرد مترقی بود از این دیدگاه، اما عیب قضیه این بوده است که اینا به صورت امریه ها صادر می شده، به زور بوده، ضمن که رضا شاه می دانست که این آخوندها مرتجع هستند و وارد کردن هر نوع ارتجاع در دولت سبب عقب ماندگی و پسگیری کشور هست، اما این قضایا قانونمند نشد. و دو دیگر اون که عرض کنم ولی دیدگاهش خوب بوده، نه جان قربان دیدگاهش خوب بوده در مورد آخوندها، اصلا بی نظیر بوده و واقعا شگفت انگیزه. مردی که هرگز سفری به غرب نکرد، مردی که هرگز مدرسه و دانشگاه ندیده بود، مردی که هرگز عرض می کنم که اون تعلیمات لازم را برای درک مسائل نداشت، اما بصیرت ذاتی داشت، مرد بسیار پخته‌ای بود به لحاظ سیاسی به گمان من رضا شاه، و عرض می شود که آمد و آخوندها رو یک سره کنار گذاشت. حالا این صحیح هست که در روزگاری که ایشان قزاق بود و عرض می کنم که مراتب پایینی داشت در جامعه اینها شام غریبان می گرفتن، بعد این نهار رو بستی جز حرکات تاکتیکی رضا شاه به حساب آورد، اما وقتی به حکومت رسید به خصوص اعمال آتاتورک رو مد نظر داشت و عرض می شود که آخوندها رو کنار، اما اینا بیشتر به صورت امریه بود. آقای ماشیری جانم، در مورد آتاتورک فرمودین، من فکر میکنم که دلیل موفقیت عمیق و دامنه‌دارش، حالا شما فهمیدید همه چیز مرتبط به ذات و وجود و قدرت او نبود، ولی به هر حال این یک کاریزما یا فرمندی و فرهمندی داشت، یک جاذبیتی داشت، بله.
که نیروی مردمی رو دنبال خوش نکشید. بباریکلا. بله، عرض من هم کردم همه شاید ما اگه بخوام اینا مطالبی نیست ما به دقت ریاضی بیان کنیم، اما گمان میکنم تا 90-95% شخصیت خود آتاتورک به لحاظ اون که این مرد توانسته بود ترکیه رو به وجود بیاره و اساسا شما اگر نگاه کنید یک صحبتی کرده از آتاتورک با مرحوم غنی، دکتر قاسم غنی، او گفته است آقا شما یک کشوری داری تاریخی با فرهنگ کهنسال، با زبان نیرومند، با سوابق و آرشیو تاریخی، من بایستی یک ملتی از نو بسازم که نه تاریخ درستی دارم نه زبانی هست نه فرهنگی هست، اینها رو من بایستی بسازم برای اینها. و این که میگن آتاتورک یعنی پدر ترک صحیح هست، یعنی جاذبه های آتاتورک و نبوغ سیاسی و نظامیش به وجهی بود که نمیتوانست در ترکیه کسی سر بر کند و در تعارض با آتاتورک اقدام بکند. این است که ترکیه در مسیر اندیشه های عرض میکنم آتاتورک افتاد. این که عرض کردم همه اعتبار رو نمیشود به ایشان داد، مقصود من این بود که به لحاظ سوابق فکری و روشنفکری بودن کسانی که مطالبی می نوشتن، بودن کسانی که در ارتباط بودن با روشنفکران اروپا و مطالبی رو به زبان ترکی چاپ میکردن، اینها در زمینه های روشنفکری و تجدد اینها، این زمینه ها هم در ضمن وجود داشت، یعنی موقعیت جغرافیایی ترکی هم نقشی داشت. وگرنه من 100% با فرمایش شما موافق هستم. باری بگردیم به اینکه چرا در کشورهای مثل کشور ایران اینا در نگرفت، این است که مردم فقیر و بیچاره و اینها گوشه و کنار نگاه میکردن به طرز زندگی و معیشت کسانی که این سکولاریسم رو نمایندگی میکردن. مردمانی بودن کراوات بند، لباسهای مدرن و اساسا رفتار حرکاتی داشتن که اینا نمیتوانستن ارتباطی با اینا برقرار کنن. مردمان ثروتمند میدیدن که مثلا رهبر مملکت جام شراب به دست گرفته و با یک پادشاه بیگانه شمپین میخوره و از اینجور کارها، نوع ماشین هایی که اینها قضایی بود که در از بالا میگذشت. یعنی این الیت اندکی که قرار بود این سکولاریسم رو حاکم بکند بر جامعه و گسترش بدهد، عرض میکنم که توفیق نیافت، خاصه که بیشتر به صورت امریه های فردی و شخصی بود و بنیه و ریشه قانونی متاسفانه نداشت. اینها در حقیقت اثاره و چکیده مطلبی است که باید در باب اون صحبت کرد. و این مطلب رو هم بنده اضافه بکنم که ما راه دیگری نیست واقعا. این صحیح هست که حالا از کنم این جنبش های اسلامی به وجود اینا، اما اینا هیچ کدام راه به جایی نمیبرن. چاره جز جدا کردن دین از مذهب و عرض میکنم محترم دین از دولت مذهب و عرض شود که استقرار حاکمیت قانون به طریق عرفی ما نداریم، به لحاظ اینکه این قوانینی که در این آثار کهن نوشته شده است اینها قوانینی است کهنه و عرض میکنم از نفس افتاده و زنجیری است واقعا اینها بر دست و پای جامعه مسلمانان. و متاسفانه هنوز هیچ حرکتی برای اصلاح دین ما نمیبینیم. یعنی اگر کسانی پیدا شدن مثل جلال عبدو و عرض میکنم عبدالرحمن کواکبی و سید جمال اسدآبادی و اینها که اینها آمدن، حرکات اینها فقط در جهت بیداری مردم متوقف شد و اون چه باید که جدا کردن دین از حکومت هست که این تنها راه فراسرا هست، اینها اون رو هم نتوانستن عرض میکنند که در جامعه رایج بکنن. و همطور که میبینیم جهان اسلام یک سره در فقر و فساد و دیکتاتوری و گرفتاری و استبدادی متاسفانه هنوز درمانده. آقای مانده، آقای مشیری، یک نکته که در مورد ترکیه ذهن من به خودش مشغول میکنه این است که در این چند ماه اخیر خب دیدیم چه تظاهرات عظیمی چند بار به نفع سکولاریسم انجام شد، ولی در برابر به هر حال یک نیروی پویشگر مذهبی، حالا چه از نوع تندروش چه از نوع معتدلش وجود داره در این کشور. یعنی کشور دو قسمته در واقع. بله. و این خیلی خطرناکه برای یک کشور. بله. چنانکه در غرب هم ملاحظه میکنید که رؤسای جمهوری معمولا 49-51 52-48 انتخاب میشن، یعنی جامعه تقریبا به دو بخش، تقریبا البته به دو بخش تقسیم شده. بله. در مورد ترکیه چون مسئله مذهب در میانه، به نظرم آینده خطرناکی داشته باشه این قضیه. همین جوری که میفرمایید، عرض میشود که خب این جنبش های اسلامی و اون چه در ایران اتفاق افتاد اینها خیلی
مهم بوده و این که می‌فرمایید به دو قسمته، واقعا این خطرناک درست است. این است که یک کشوری بر لبه تیغ داره گام برمی‌داره. اما فکر می‌کنم آزمون‌های بزرگ رو این قانون اساسی عرض کنم که گذرانده باشه و نتوانند اون گروه‌های مخالف این حکومت رو و این چیزی که آتاتورک بر جای گذاشته و مردم بسیار احترام دارن اون رو بتوانند به زودی ساقط بکنن. و اجازه بدین عرض کنم که ترکیه زیر سایه همین عرض می‌کنم سکولاریسمی که آتاتورک بنیاد کرد امروز دارای اقتصادی شکوفا و عرض کنم که درآمد سرانه بیشتر از 8000 دلار هست. عرض می‌کنم که این جی دی پی ترکیه بیشتر از 550 بیلیون دلار هست و سالانه برابر گزارش‌های که هست بیشتر از 1 بیلیون دلار عرض می‌کنم که سرمایه خارجی جذب ترکیه شده و وضعیت ترکیه وقتی ما مقایسه کنیم با ایران در حقیقت قابل قیاس هم نیست متأسفانه. با اینکه ترکیه ذخایر زیرزمینی ندارد عرض می‌کنم سالانه مقدار اندکی خیلی ناچیز نفت تولید می‌کند و اینها و این نیست جز همین قانونی که بر کشور حاکم هست و اینکه عرض می‌کنم که ایجاد یک جرم حرکتی کرده در ترکیه همین موضوع تجدد و ورود زنان به صحنه اجتماع و قانون عرفی ترکیه. حالا اینکه در آینده چه پیش بیاید واقعا ما نمیدانیم، اما تا به این لحظه کارنامه قبولی فوق‌العاده‌ای دارد ترکیه قربان به نسبت کشورهای اسلامی. بله، به خصوص که در ارتباط با اسرائیل هم حتی دولت نیمچه اسلامی ترکیه گامی به واپس نگذاشته و همچنان به عنوان به حال همکار و دوست با اسرائیل ادامه همکاری میده. ملاحظه کردین که بله بله در جهان اسلام چنین چیزی کمتر دیده میشه. بله همینجوری بابا. آقای مشیری برگردیم به مسائل ایران. یک بیانیه داده این سازمان دیدبان حقوق بشر. بله. وقتی دوست جمله شدم میخونه تکان میخوره. نوشته که سازمان دیدبان حقوق بشر امروز با انتشار یک بیانیه دستگیری هزاران نفر زن و مرد در طی هفته های اخیر و تحت پوشش مقابله با شئون غیر اخلاقی را نشان دهنده تهدیدی برای حرمت حریم خصوصی در ایران توسط اقدامات عنان گسیخته پلیس توصیف کرد. بله، چندین هزار نفر گرفته ما نمی‌دونستیم. بله آقای موری، بعد گمان می‌کنم ببینید از بعد از آمدن این آقای احمدی نژاد و از صحبت این آلترا رایت اسلامی متعصب متحجر که شما اگر نگاه بکنید به کسانی که آقا انتخاب کرده بود برای وزارت که یک مش قهوه‌چی و نمی‌دونم از این لاتولوتا و لومپنا بودن، از صحبت که این سرمایه‌ها از ایران بیرون رفت، سرمایه هایی که از ایران بیرون رفته میلیاردها دلار تخمین زده میشه، حدود 500-600 میلیارد دلار که عمدتاً به همین ترکیه بخشش رفته و 650 کورپوریشن ایرانی در ترکیه تشکیل شده و من نقل قول میکنم از دوست بازرگان خودم و بعد دبی آباد شد و کشورهای دیگر، این است که به لحاظ اقتصادی سر در نشیب انحطاط نهاد و روز به روز بدتر شد و بی‌ثبات‌تر شد. اگر سرمایه گذاری خارجی هم بود البته نیامد، بسیاری از قراردادها رو ما می‌بینیم که کنسل کردن و کلاً یکون اعلام کردن و روز به روز وضع بدتر و بدتر شد، بنابراین نارضایتی‌ها بیشتر شد. از سوی دیگر فضای کشور یک فضای جنگی شد، بنابراین بنده گمان می‌کنم آخوندها از چند ماه پیش فضای کشور رو امنیتی کردن که بتوانند پیشگیری بکنن از یک خیزش عمومی. این هست که در این گونه مواقع واقعا این دولت‌ها اینچنین دچار یک نوع پارانویای جنایت‌آمیز می‌شوند. همین مشهدی که شما فرمودید وحشتناک، چندین هزار زن و مرد و معمولا این گرفتن‌ها و بستن‌ها و کشتن‌ها رو از چیزهای کوچک آغاز می‌کنن، از موضوع حجاب و بدحجابی و موضوعات اخلاقی و اینجور چیزها و هیچ بعید نیست که بدتر هم آقای مهری بشود. یعنی اینها
به طوری که اون دوست ما گزارش میدهد، اینها برای دستگیری زنان و سرکوب زنان اینها آمدن و آزمونی کردن از بعض زنان شکنجهگر که اینها رو بچه های زیرزمینی میگویند. و وقتی اینها لیاقت نشون دادن، امروزه اینها رو از کارگاه های شکنجه بیرون کشیدن، حدود 10-12 نفری رو که اینها سرکردگان سرکوبگر هستند در میان زنان رو بنده با شماره پرسنلیشون و نام اصلیشون اعلام کردن. اینها رو آوردن در خیابان‌ها که زنان رو بگیرند و بزنند و بکوبند. و عرض میکنم که به طور کل بر روی هم فضا بسیار فضای وحشتناک و سختگیری بسیار بسیار بدتر شده و قیمت ارزاق عمومی هم روز به روز بالاتر رفته. خیلی وضعیت نابسته به نظر میرسد که این جامعه آقای مهدی به نقطه جوش داره میرسه، یعنی به جایی که ما یک شب خوابیده باشیم و صبح ببینیم وضعیت دگرگون شده و همه مردم به خیابان ها ریختن به جهت این که مزایری که اینها تحمیل کردن بر زندگی مردم فوق العاده است. یعنی با صحبت هایی که بنده دارم داخلی با بچه داخل حقیقتا وحشتناک شده، یعنی بسیار بسیار بد شده. بازم آقای موشی در همین ارتباط آقای دکتر باقی‌زاده یه مقاله نوشته درباره افزایش اعدام ها. بله اگه موافق باشی یه دو سه جمله شو بخونم برای آگاهی شنوندگان عزیز. می نویسد سرکوب و خشونت در ایران روز به روز داره تشدید میشه و قربانیان تازه‌ای گرفته. دانشجویان، کارگران، زنان، معلمان، محققان، روزنامه نویسان در هفته‌های اخیر در معرض سرکوب و اخراج و دستگیری و زندان و محاکمه و محکومیت‌های گاه سنگین بودند. در کمتر دانشگاه و مؤسسه آموزشی است که مقامات تضییقات جدیدی برای دانشجویان ایجاد نکرده باشند. فشار خشونتبار پلیس بر زنان و جوانان و تحمیل پوشش اجباری حکومتی همچنان ادامه دارد. و بعد میگوید افزایش اعدام‌ها چیزی است که بی سر و صدا اعمال می‌شود. جمهوری اسلامی یکی از بیشترین آمارهای اعدام در سطح جهانی را به خود اختصاص داده و بران است که در این مسابقه شرارت رکورد جدیدی از خود بر جای بگذارد. و بعد به نقل از روزنامه قدس از قول غلام حسین اسماعیلی دادستان عمومی و انقلاب مشهد، ببین چه جانوریه، نوشته است که دستگاه قضایی با عوامل ایجاد ناامنی و قاچاقچیان مواد مخدر قاطعانه برخورد میکند و در همین راستا 15 تن در مشهد این روزها به دار آویخته شدند. همان گونه که گفتین آقای مشیری، این فشارها یک جایی بالاخره، بله، یعنی از یک مطلبی رو یک دوستی که خیلی مطلع به امور ایران بودند و فارغ التحصیلان ارشد همین دانشگاه آریامهر سابق و شریف امروز، خیلی مطلب جالبی رو میگفتند. حالا قطع نظر از این که بخش مهمی از درآمد مردم و بودجه نفت ظرف سرکوب شده و میشود، و اگر ما در ایران سابق فرض کنید که یه چند هزاری مأمور اطلاعات امنیت داشتیم که برای دولت کار می‌کردند و دیگر موضوع جنبه دینی مبارزه با کفار هم نداشت و یک ضد اطلاعات ارتشی هم بود و اینها که اونقدر هم فعال نبودند، چندین عرض می‌کنم تشکیلات امنیتی هست به موازات هم که اینها رو تشکیل دادن برای عرض کنم کنترل مردم. یک زمانی بنده پرسیدم از یکی از دوستان که سالها در بین مجاهدین بود و اینها، گفتم آقا عملیات مجاهدین به طور کل قطع شد و هیچ عملیاتی نیست. ایشون میگفت امکان همچین چیزی نیست، به لحاظ این که این آخوندها از همه مردم جاسوس ساختن در بیان مردم به عنوان شیر فروش، به عنوان نانوا، به عنوان قصاب. گفتم چطور؟ گفت فرض فرمایید که اگر یک کسی روزی 5 نان سنگک می خریداری میکنه و مدتی که کارو کرده، یک شب که 10 نان سنگک بخره، این آقا جاسوس گزارش میکنه که بله ایشون گویا یک کسی در منزل داره، عنوان مثال میگفت. و بعد این دوست ما میگفتن که
این داستان خصوصی سازی اقتصاد ایران و عرض میکنم که این رند و فساد هرگز صورت عملی نخواهد گرفت، علی‌رغم اونچه ادعا میکنن. همه اینها زیر کنترل دولت هستن، تمام این کمپانی ها و کورپوریشن ها که دارن تشکیل شده، اینها دولت در اینها دخالت داره. و عرض کنم که وقتی که فرض کنیم موضوع تظاهرات هست، وقتی که فرض فرمایید موضوع رای گیری هست، یا اینکه بردن عدی برای نمایش های اونچنانی هست، نامه می نویسند و بخشنامه می کنند به این بخش های خصوصی و اکثر که اینها رو به اجبار وادار می کنند که اینها مشارکت بکنند در این تظاهرات رژیم. و ایشان می گفت که و کسی هم نمی تواند جرأت اون رو ندارد که سرباز بزند. و ایشان می گفت که اگر ایران حقیقتا خصوصی بود این اقتصاد و به گونه‌ای که آخوندها ادعا می کنند بخش خصوصی به معنی اخذ کنه وجود داشت، ایشون میگفتن که حالا بیواسی مدت ها بود ما تظاهرات بسیار میداشتیم، اما اینها از این طریق هم کنترل میکنن و به معنی اینکه عده جمع بشون، کارگر یا کارمند در مقابل بانکی، دانشگاهی، دوربین ها از اون بالا، همه اینها رو عکس برداری، فیلم برداری میکنه و از سبب که بعد از شناسایی اینها رو اخراج میکنن و به وجهی که دیگر در هیچ جا برای کسی کار نیست. مقصود این که تمام کوشش این رژیم به عوض اون که عرض کنم که به آبادی و اصلاح مسائل تعلیم و تربیت، اصلاح آسیب‌های اجتماعی، عرض می‌کنم که گسترش معرفت و علوم و این بشود، همه صرف سرکوب و کنترل شده است و گمان می‌کنم که این تنها طریق ماندن هست. و بنده گمان می‌کنم به یک جایی می‌رسیم، نه در آینده چندان دور، که این تنافر گسیخته شود و این دیگ جامعه از سبب که به جوش بیاد. آقای مهدی، یعنی این وضعیتی است که ادامه اون تقریبا میتونم عرض کنم غیر ممکن هست. فنر جهش خواهد کرد، منتها خدا کنه هنگام جهش فنر اتفاقاتی که سرنوشت ایران رو در سراشیب قرار بده رخ ندهد و یک نیروی ملی نظام بخش وجود داشته باشه. درود بر شما، امیدوار هستیم. بابا آقای باشه، یه موضوع نیمچه تاریخی حضورتون عرض کنم که امروز رئیس جمهوری تازه فرانسه آقای نیکولای سارکوزی به حال مراسم تصدی خودش رو، آغاز ریاست جمهوری خودش رو انجام داد و هنوز این آیین به پایان نرسیده، سوار هواپیما شد و رفت به دیدار صدراعظم آلمان خانم آنجلا مرکل. حضورتون عرض کنم که این خب یه خبر کوچیکیه، ولی به نظرم یادش خیلی قابل بحث و تحلیل باشه، به خصوص از دیدگاه تاریخی. بله. نگاه کنین، به حال یک جنگ 6 ساله 7 ساله، جنگ دوم جهانی، حالا جنگ اولی چی، این که آلمان به حال پیشگام این جنگ بود و آغاز کننده این جنگ بود. بله. چقدر فرانسوی کشت. بله. چقدر از نیروهای رزیستانس یا نیروهای مقاومتگر فرانسه کشت، زندانی کرد، انواع و اقسام آزارها رو داد و و و و و چگونه است که الان، یعنی از زمان دوگل، اینقدر صمیمیت و دوستی میان سران این دو کشور و اصولا نهادهای دو کشور برقرار شده؟ بله. این الان تاریخی چیه؟ معنیش چیه؟ میکنم خدمتتون که آقای مدیر، زمانی که ببینید تاریخ اروپا تا اونجایی که بنده اطلاع دارم، از زمانی که موضوع ناسیونالیسم در اروپا پیدا شد و موضوع تقسیم بندی کشورها و این پرچمهای کشورها و یعنی حد و مرزی مشخص بین کشورها مشخص شد، البته این و از سوی دیگر انقلاب صنعتی هم شده بود، این هست که رقابتها در گرفت و کینهای کهن باز عرض کنم که جلوه کرد و اینها بر یکدیگر پیشی گرفتند و از همونطور که میدونید فاشیسم به وجود آمد و اشتکاک ها و جنگ ها، همین داستان فرانسه که می فرمایید، از همون روزگار قدیم عرض کنم جدید، از بیسمارک به عنوان مثال چه کرد و ناپلئون سوم و اینها، باری اینها تاریخی بود که گذشت. اما بعد از جنگ جهانی دوم
و عرض کنم که پیدایش سلاح‌های اتمی و غیره و اینها معلوم شد که دیگر قدرتی نمیتواند در اروپا سر بر کند که بتواند جهانگیری بکند یا مرزهای دیگران رو مورد تجاوز قرار بدهد. ما اینجا نقش مثبت سلاح‌های اتمی را اینجا باید در نظر بگیریم، یعنی محال است که کسی جرأت بکند که نمیدونم از طریق بالج حمله بکند و خاک فرانسه رو بگیرد، چون فرانسه یک قدرت اتمی و بسیار نیرومندی است و انگلستان به همین وجه. بنابراین وقتی که ما وارد عرض کنم که بعد از جنگ دوره بعد از جنگ شدیم، اینها بیشتر روی قضایای علمی و مراتب اقتصادی شروع به کار کردن و وقتی که از شبه که آمریکا در مقابل خود دیدن، اینها همین قضیه یکی شدن پول اروپا خود نشان دهنده این هست که اروپا به صورت یک واحد اقتصادی دارد عمل میکند. این است که خطر جنگی دیگر واقعا وجود نداره. بنابراین دیگر چهره آلمان به صورت سابق دریافت نمی شود که اون رئیس جمهور معروف آلمان در جنگ اول بگوید مرا ایستاده به خاک بسپارید که چشمان من نگران خاک آلمان هست که از این سو باز و حمله خواهد شد. این است که این خطرات از بین رفته و آلمان کشور بسیار مهمی است، بزرگترین اقتصاد اروپا رو داره، به لحاظ علمی و تکنولوژی بسیار بسیار پیشرفته هست. این است که عرض کنم که به درستی دریافتن که روزگار گذشته گذشته است و از سبب که موضوع منافع ملت ها مطرح هست، این است که اینا سعی میکنن بیشتر به یکدیگر نزدیک بشوند و این کینه های کهن رو فکر میکنن به واسطه وضعیت جدید یک سره به کنار گذاشتن، چون یکی دیگر نمیتواند برای دیگری در وضعیت جدید خطری باشد. مطلب دیگری هم که هست شایسته است بهش اشاره بکنیم، موضوع امروز ایران هست و عرض میکنم در ارتباط با اروپا که این اروپاییان به گونه‌ای پشتیبان این سیاست آخوندها بودن به واسطه منافع فوق‌العاده‌ای که داشتن. یعنی شما وقتی نگاه کنید به این ارقام اقتصادی که چه میزان آلمان، چه میزان فرانسه، چه میزان انگلیس اینا منافع داشتن، اینها رو سبب شده بود که عرض شود که اینها یک موقعیت شدیدی علیه ایران نگیرن. در این میانه به گمان بنده، ضمن که آمریکا خامی‌های بسیار از خود نشان داده است در این 5-6 سال گذشته، اما در باب ایران و موضوع سلاح‌های اتمی دیپلماسی بسیار ماهرانه دولت آمریکا بازی کرد و اون این که موضوع رو در دست‌های اروپاییان قرار داد و عرض کنم که از اونها خواست که مشکل رو حل بکنند. بسیار کوشیدن فرانسویان، بسیار کوشیدن انگلیسی‌ها، به خصوص در زمان آقای جکسترا که هر روز ایران بود، و دولت آلمان که آخوندها رو متقاعد بکنن به این که از این تقلیز اورانیوم دست بردارن و عرض کنم که به جامعه جهانی بازگردن. اما امروز اروپایی ها هم رفته رفته به این نتیجه رسیدن که با این ملایان نمی شود مذاکره کرد و جهان به جای رسیده است که جهان غرب متمدن که امنیت خود و شیوه حیات دموکراسی خود رو در خطر می بیند. این است که بنده هیچ گونه شک و تردید ندارم که در رفتن این ریاست جمهوری جدید به آلمان قطعا موضوع ایران هم در اونجا مطرح خواهد شد، به جهت اینکه همونطور که میدانید نیروهای جنگی آمریکا در خلیج فارس هستند. آقای چینی بر طبل جنگ میکوبد و عرض میکنند که وضعیت بسیار خطرناکی برای ایران ایجاد شده است و ملایان هم تا این لحظه هیچ گونه عقب نشینی از خود نشان ندادند. سهل است که به طبل جنگ میزنند و عرض میکنند که تهدید میکنند و مبتنی بر این مغالطه که آمریکایی ها در عراق کاری از پیش نبردن و در افغانستان و ما دارای نفت هستیم و چین رو نمیدانم روسیه هم اینا حمایت میکنند، بر این مغالطه تکیه کردند و خواستار جنگ شدند. این است که وضعیت فوق العاده خطرناکی است و گمان بنده مرحله بعدی، چون که ملایان عقب ننشینند، بنده جنگ رو تقریبا قطعی میبینم، مگر اینکه این آخوندها در اون لحظات آخر از سبب که داستان زخم خوردن امام خوابی ببینند و اینها. اما از صحبای کلامشون و از مطالبی که گفتند و اینها به نظر میاد که به راه بدون بازگشت هستن. آقای باری این اشاره هم بد نیست کرده باشیم قربان در اینجا. آقای مشیری در این ارتباط بیاد دارید که آقای خامنه‌ای گفت بی غیرت از کسی که
طرح مذاکره با آمریکا رو مطرح بکنه. بله گفت سخن دشمنان رو میگویند، اینها میگویند که خب چه نیازی دارد که حرف دشمنان رو میزنند، خب غرب نمیخواهد، نخواهند، ما کار خود را انجام میدهیم. و از سبب این صحبت بسیار بسیار خطرناک آقای مرسی. ولی امروز موافقت کرده. جان امروز موافقت کرده برای مذاکره با آمریکا، منتها گفته است برای اینکه ما به آمریکایی‌ها یادآور بشیم وظایف امنیتیشون رو، وظایف تأمین امنیت عراق رو، یعنی راهنماییشون کنیم، یادشون نیست یادآوریشون کنیم، به این دلیل مذاکره میکنیم. ولی اجازه بفرمایید آقای مولی، بنده مطلبی دیگری را هم اینجا اضافه بکنم و اون این است که اخبار بسیار صحیح بنده دارم که در این 3-4 ماه گذشته تعداد بسیاری از ایرانیان که برای رژیم یا کار کردن الان در کار نمی کنن، یعنی کنار رفتن، یا اینکه در عراق دستگیر شدن، چه زن و چه مرد، اینها محاکمه شدن، تخلیه اطلاعاتی شدن و پرونده ایران بسیار بسیار در ارتباط با عراق و اون که این سپاه قدس و عرض کنم که خرابکاران جمهوری اسلامی در عراق میکنند، این پرونده بسیار بسیار قطور هست و چنان که ضرورتی باشد برای تغییر عقیده عموم قطعا بعض اینها رو با مردم در میان خواهند گذاشت و فضا رو برای یک حمله به این تأسیسات نظامی آماده خواهند کرد. اما تا کنون این سخنی هم نگفتند. بنده فکر میکنم این صحبتی که قرار است بشود بر سر همین موضوع است، احتمالا با یک زبان تهدیدآمیز، چون خیلی به نظر بعید میرسد که از یک سو آقای چینی عرض میکنن با رهبران منطقه علنا صحبت میکند و از اونها میخواهد در صورت حمله به ایران از ایران پشتیبانی بکند، از سوی دیگر سخن از مذاکره هست که عرض کنم که در باب مسائل عراق مذاکره بکنند. این قدری از کنند که یک تضادی با هم دارد و یک موضوعی است که واسه راجع به بیشتر اندیشید. من فکر می‌کنم این یک موضوع مذاکره مسالمت‌آمیزی نیست. بنده مهم می‌کنم اینها بدون مرحله رسیدن که موضوع اتمی برای اینها بیشتر مهم هست و این حالت از کنند که یک اولتیماتوم هم احتمالاً خواهد داشت، چون آقای چینی از سبب که صحبت از جنگ کرد و همونطور که میدانید با چند تن از سران کشورهای عرب صحبت کرد و یه حتی یکی از اینها که پادشاه اردن باشد که ما پشتیبانی نمی کنیم. بنابراین نمی شود که پنداش که قرار است یک مناسبات دیپلماتیک عادی بین ایران و آمریکا برقرار شود در حالی که از یک سو معاون نخست وزیر و طبع جنگ می کوبد، کشتی های جنگی آمریکا در خلیج فارس هستند و از سوی دیگر آخونها هم 1300 سنتریفوژ به کار انداختن از نوع عرض میکنم که سرعتهای بالا و مشغول تقویض اورانیوم هستن و از سوی دیگر تصور کنیم که این مذاکرات برای عادی شدن روابط است. این بسیار بسیار عجیب و غریب به نظر میرسه. آقای مشیری، به عنوان آخرین موضوع در برنامه امشب خستم شدیم، حضورتون عرض کنم که سخن از تضاد اظهار نظرها در درون مرز کردید. در واقع یک نوع چند صدایی این مواقع مشاهده میشه از درون مرز، یعنی هر کدوم از مسئولان، رهبران، مدیران نشریه ها چیزی میگوید. مثلا نگاه کنید، محمد جواد لاریجانی گفته مذاکره با آمریکا تابو نیست، یک امر محرمه و ممنوعه نیست. و از طرف دیگر یکی از رهبران رسانه‌ای جمهوری اسلامی یعنی حسین شریعت مداری در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است مذاکره با آمریکا مثل دست دادن به شیطان و رقصیدن با گرگ است. بله. معلومه ایشون چیست؟ آقای مجیری با گرگ رقصیده که میدونه چقدر بده یا خوبه. ملاحظه میکنین که آقای محمد جواد لاریجانی یه چیزی میگه، رهبر یه چیزی میگه، شریعت مداری یه چیز دیگه و روزنامه جمهوری اسلامی که مال رهبره از یه دیدگاه دیگه طرح مطلب میکنه.
بله، عرض می شود که فکر کنم اشاره به مطلب قبلا کردیم آقای موری. ببینید، برابر این تحلیل دوست ما که عرض کردم خیلی به امور وارد بود، ایشون این گروه های اسلامی و برقدرت رو به چهار گروه تقسیم می کرد و به نظر من خیلی معقول میاد این تقسیم. ولی یکی اون که می گوید راست افراطی. راست افراطی یعنی همین شریعت مداری و عرض شود که همین احمدی نژاد و گروه او. حالا بنده همه اینا رو نمی شناسم که همه رو نام ببرم. و راست میانه و بعد چپ افراطی و چپ میانه که مثلا از دور چپ میانه آقای خاتمی رو مثال می زدن که اینها طرفداران عادی کردن مناسبات هستند و سخن از گفتگوی تمدن ها می کنند و اینها. امروز قدرت و از کنند قدرت اصلی دست راست افراطی است که حضرت رهبر هم باید جز اینها باشد. بنابراین وقتی ما این روزنامه های رژیم رو میخوانیم باید ببینیم که از کدام سو میآید و اینها با یک طرح نقشه واقعا نیست. اینها حرفای خودشون رو واقعا به وجهی که فکر میکنن میزنن. این راست افراطی میگوید که با آمریکا صحبت کردن و با آمریکا ارتباط برقرار کردن ارتباط با شیطان است و چنین است و چنان است. ما باید ارزش های اسلامی خود رو نگاه داریم و بر پای خود بیستیم، حتی اگر جنگ هم هست بیستیم و مبارزه کنیم و شهید بشویم و چنین و چنان. اون گروه چپ افراطی و چپ میانه و حتی راست میانه موافق با چنین امری نیست. این است که وقتی ما این مقالات رو میشنویم که اینها حرکات متضاد و اندیشه های از کنم که در هم هست، اینها مربوط میشود بنده فکر میکنم به این جناح ها و تقسیم بندی این جناح ها و عرض کنم که باید ببینیم که فلان شخص این سخن رو گفته به کدام جناح مربوط هست. اما گرفتاری مردم و جهان این هست که قدرت در دست همین راست های افراطی و احمدی نژاد و گروه او و حضرت رهبر و کسانی مثل رفسنجانی که اندکی ملایم تر بودن و اینها مربوط می شوند به در حقیقت به چپ میانه، که البته این که ارتباطی با موضوع مارکس و قضیه چپ تاریخی ندارد، این همون تقسیم بندی اسلامی است که عرض میکنم. اینها صدایی ندارند و خودشان هم و در بین خود یک نوع رقابتی به لحاظ اندیشگی و اینکه کشور چگونه باید اداره بشود دارند. این هست که میبینیم که حرفهای متضاد و عرض میکنم که میذارند که با هم هیچ گونه همخوانی ندارد، چنانکه گویی این کشور دارای یک سیاست مشخصی نیست. متاسفانه آقای باشید، در پایان دارم کجا خوندم که در برابر به اصطلاح مافیای احمدی نژاد، بله، یه مافیای جدید تشکیل شده از خاتمی، رفسنجانی و کروبی به نام مثلث خرک. خرک خاتمی و رفسنجانی و کاف کروبی، مثلث خرک. حالا تا چند از این واقعیت داره نمیدونم، چون شما از چپ میانه و راست میانه و اینا صحبت کردین و از نام خاتمی رو به میانه آوردین و رفسنجانی، من به یاد این مثلث خرک افتادم. بله، ایشون هم میگفتن که بعض اوقات این چپ میانه حرکت میکنه با راست میانه صحبت میکنه، یا چپ افراطی میاید با راست میانه یا راست افراطی اینا صحبت ها میکنن، اما بر روی هم سخن آخر رو همین عرض میکنم که راست افراطی میگوید. و این خرکی که فرمودین، اگر این کاف تسخیر عرض کنم که معنی بشود، خطاست، چون این سخر بزرگ خرک تشکیل نمیدن قربان. آقای مشیر خیلی ممنونم. آقای مورید، روز بر شما. انشاءالله موفق باشین در برنامه فردا. در ضمن ساعت 10:30 شروع میشه به وقت لس آنجلس تا اونجا که من میدونم. بله همینجور قربان. شما بود دو روز پیش مهمان بودین آقای مورید. من 7-8 روز پیش بود. 7-8 روز پیش، بله. اصلا مراجعه میکنم که به آرشیو وایس آف امریکا که فرمایشات شما رو هم بنده بشنوم. خواهش می‌کنم. خیلی ممنون آقای مشیری عزیز. قربان شما. تا هفته آینده. شب و روزتون خوش.